خب خانم ها آقایان، درود بر شما، خسته نباشید، شب شما بخیر، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و روزگار به کامتون باشه. خیلی خوشحالم از اینکه امشب در خدمت شما هستم. یک ساعت برای شما توپ برنامه آماده کردیم، امیدوارم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید. دوستان، یه سری چیزهایی که این عزیزان در پشت صحنه به من میگن، من باید اینها رو خدمت شما عرض بکنم، به تقصیر من هم نیست. بعضی چیزهایی که اینجا گفته میشه شاید هم از میل باطنی من نباشه، ولی خب حقیقت داره و باید حتما گفته بشه. درود به شرف شما. بذار من این ببندم اول پیام ها رو. من اینجا پیامتون این پایین میگیرم و تو این لپتاپ میگیرم، اینجا فقط چون دارم شما رو نگاه میکنم یا میترسم گیرپاچ کنم و متوجه نشم چی دارم میگم فراموشم میشه. عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. بچه های سردبیری به من گفتن که حتما به شما اطلاع بدم که اگر خدایی ناکرده طی ساعات آینده یا روزهای آینده اگر جنگی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، نه ایران، در بگیره، ما برای این که بتونیم پوشش لحظه‌ای داشته باشیم، برای این که بتونیم اخبار رو آن جوری که حقیقت داره درسته، احتمالاً ما باید بریم به یک کشور نزدیک به کشور ایران و از اونجا، یعنی از یه استدیوی دیگه، حالا دوستان شدم زحمت بکشن لطف میکنن به ما، با ما همکاری بکنن. البته رایزنی ها الان انجام شده، نه مثل اون دفعه که این عزیزان تاجیک سما رو اونجا راه ندادن، ولی اینجا دیگه اوکی شده. اگر قرار اتفاقی بیفته، اگر جنگی بشه، من امیدوارم یه همچین اتفاقی نیفته و سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی، آخه میدونید جفنگ هم هست دیگه، ببخشید چه امیدواری هستیم، باید جنگی بشه، یه مسئله بشه که این بیناموسا برن دیگه. حالا من بیام کلاس بذارم بگم نه، امیدوارم که ما همه خونه رو تخبامون بشینیم، یو فردا صبح میان میگن آره آخوندار رفتن، آروای آقا جان، به همین سادگی هم اتفاق میفته. اما نه، به هر حال اگر این اتفاق رخ داد که امروز یه سری خبرهایی به دست ما رسیده که میخوایم به سمون نظر شما برسونیم و مطمئنا این اتفاق خواهد افتاد، و اگر این اتفاق افتاد، ما به خاطر اینکه بخوایم به لحظه به شما خبر رسانی بکنیم، خبرهای درست حسابی رو به تقدیم شما عزیزان بکنیم، میام نزدیک ایران، به شما نزدیک میشیم، آب و هوای اونجا به ما سر میخوره، حالمون خوب میشه و از اونجا ما میتونیم خبرها رو، آن چیزی که بهتر و درست‌تره و با یک سیستم جدیدتر، چون قراره اونجا فیلم‌هایی رو، اتفاقاتی که میفته رو هم پخش بکنیم. حالا این چیزیه که دوستان سردبیری گفتن ما حتما باید به شما بگیم. چرا یهو دیدید مثلا یه اتفاقی افتاد، شب خوابیدیم، صبح بلند شدیم، ای وای این جنگ دامن ما مردم ایران رو هم ناخواسته گرفت، بعد اگه یهو ما استادیومون عوض شد، چه میدونم یهو تو یه جایی نشستیم برای شما یه ذره بیگانه بود، اصلا هول نخورید، ما خودمونیم، فقط استادیومون تو یه کشور دیگه احتمال داره را بیفته تا ما بتونیم هرچه بهتر خبرها رو تقدیمتون بکنیم. موضوع بعدی این که دوستان برگشتن، بعضی از دوستان برگشتن گفتن آه پیمان، وقتی داری برنامه اجرا میکنی خودکار پودکارا رو اینقدر دستت نگیر، نپیچون، حواس ما رو پرت میکنی، بشین ساکت، برنامه تو اجرا بکن، تموم بشو، برو پی کارت دیگه. من گفتم چشم، به دیده منت، یعنی شما حرف دل این دوستان عزیز رو زدی. چرا؟ چون من هر خودکاری رو تا به امروز استفاده کردم، این چون اینش نداره، نگاه کنید اینش پریده، این یکی هم پریده دیگه، بله اینجا هم هست، اینم پریده، یعنی خب دیگه عادت منه دیگه. ولی الان شما دیگه اینو گفتی، چشم، من دیگه از این به بعد همچین کاری رو انجام نمیدم، اینجا میشینم مثل بچه‌های خوب برنامه رو اجرا میکنم و شما رو به خیر و ما رو به سلامت. اما بذارید من در ابتدای برنامه، قبل از اینکه به موضوعات مختلفی برسیم، موضوعات امشب موضوعات بسیار زیادیه، چه در داخل کشور، چه خارج از کشور، چه در خاورمیانه، و باید حتما شما بدانید. یه سری سوالاتی هم از من پرسیدید، ظاهرا من یکی دو جا دیشب داشتم صحبت میکردم، یهو اصلا فراموش کردم چی دارم میگم، اونو دوباره از من پرسیدید که قشنگ توضیح بدید، امشب حتما به شما توضیح خواهم داد. اما در خصوص سکوت خانواده شهدا، دوستان من این که میگم خانواده شهدا، این در پیتایی که رفتن نمیدونم بهش میگن چیه، رفتن تو سوریه،
به قول خودشون اونجا شهید شدن، بهشون گفتن آها مدافع حرمسرای اسد. نه من اینا رو شهید نمیگم، من اگر میگم مثلا از شهدا همون 8 سال جنگ تحمیلی که بر ما وارد شد، من اونا رو میگم. من واقعا از شما میخوام از فردا، حالا دیگه جمهوری اسلامی دیگه فردایی مناسبتی رو پیدا نکرد دیگه تعطیل بکنه، فکر کنم دیگه همه باید برید سر کار و خلاصه یه ذره مراودات اجتماعی رخ میده. تا این لحظه که همش دادستانی و دادستانی کل کشور و قوه قضاییه و این و اون رو نمیدونم اون دادگاه روحانیت و اینا هی بهانه گرفتن، نه تعطیل کسی نیست، کاری نمیتونیم بکنیم و اینها. در خصوص فیلم اون حرامزاده نطفه حرام که الان کاشف عمل اومده، اون دختری که داشته باهاش صحبت میکرده و چت میکرده و حالا سکس چت میکرده و دل میدادن قلوه میگرفتند و اینها، که بهش میگفت اسم چیه، میگفت من زهرا هستم، الان کاشف عمل اومده که اون طرف دختر یکی از این مدافعین حرمسرای بشار اسد تو سوریه بودی که به فاک عزمان رفته. من میخوام این رو بگم و طرف حسابم با همین هاست، طرف حرفم با همین هایی که حالا اینجوری شهید شدند و اینها، و الان خانوادهشون وقتی میرن تو خیابون دو خال مو دو تار موه خانواده ما رو میبینن، دختران عزیز و مظلوم ما رو میبینن، اینقدر برافروخته میشن میگن ما شهید دادیم، نمیدونم رگ گردنشون میزنه بیرون و اینها. حالا من طرف حسابم با اینها، شما پوفیوز ها دو تار موه دختران ما رو میبینید اما داشاق این حجت الاسلام و مسلمین آیه دکتر مطهری رو نمیبینید که ایشون خودش رئیس سازمان تبلیغات اسلامیه، در واقع گوه زده به ریش علی خامنه ای و هرچی آخونده که در بر روی کره خاکی هست، شما چطور این رو نمیبینید؟ حالا اون آمد خریت کرد گفت که هوش مصنوعی، هوش مصنوعی که هیچ وقت از داخل شلوار رو نمیدونم مورچه خار طرف که خبر نداشت. خب و نباید شما واقعا خودتون رو به خریت بزنید. من انتظار دارم حالا از این خانواده هایی که اینجور دوتار موی زنان و دختران ما رو میبینن، داشاق این آقا رو هم ببینن، فردا واقعا برن خفت کنن آقای رئیس قوه قضاییه رو، دادستان کل کشور رو، چه میدونم اینها رو، که آقا این داستان چیه، آیا باید جلوش گرفته بشه یا نه. اینم شما دارید مثل ماجراهای دیگه سرپوش میذارید که از فردا تو هر قسمتی از این کشور میتواند یک آخون هر کاری که دلش میخواد بکنه. تازه این یکی از اون کل گنده هاش بود که تو سازمان تبلیغات، یعنی مردم ایران برینن به این سازمان تبلیغاتی که با هدف ارتقاء سطح دینی و نمیدونم موازین شرعی و اصول دین و فروع دین و اینا بنا شده و سالیانه هزاران هزار میلیارد از پول شما مردم رو برمیدارن میکنن تو کون این دیوسایی که تو سازمان تبلیغات هستن، بعد اینها میان خیلی راحت تو ماشین خودشون فلان چیزشون رو در میارند و اینها. وقتی اینها قرار معلمین شما مردم باشن که دیگه وا مصیبت ها که این رژیم جنایتکار رو آخوندی دیگه اون تهش چه خبر رفته، ما تهش هم در آوردیم، این همه فیلم تا به امروز گذاشتیم، ما یه لطفی در حق این جامعه کردیم که با ماهیت کثیف و پست و پلید علی خامنه ای و اراذل اوباشش مشخص بشه. ما ولکن نیستیم. از فردا تو من به تمام بچه‌ها گفتم چه خب ما یه چیز بیش از 10-15 تا کانال داریم که بچه‌ها هر کدوم دارن روش کار میکنن، گفتم تحت هیچ شرایطی تا قوه قضاییه، تا دادستانی، تا نمیدونم اون چیه روحان دادگاه روحانیت و اینها عکس العمل به این فیلم نشون ندادن، ما این فیلم رو آنقدر پخش میکنیم دیگه، آنقدر بین المللیش میکنیم تا آبرو حیثیتی که اینها ندارن ولی باز هم براشون نمونه. ما ولکن نیستیم تا اینها بیان این طرف رو هم، حالا سقطی، حالا هر طورم شده، محاکمه ساختاری و ساختگی هم که شده، ولی این کار رو باید انجام بدن. این که دارن زیر سیبیلی رد میکنن، امروز تعطیل، فردا تعطیل، آقا بی خیال و اینها، ما بی خیال بشو نیستیم. خب این موضوع اولی بود که باید در اول برنامه خدمت شما تقدیم میکردم. اما مسافران نیویورک، فکرم خبر دارید دیگه، آقای گوزیده که واقعا تا به امروز به عنوان ظریف جمهور گوزیده، هیچ غلطی که تا به امروز نکرده، تا دیروز ما محرم و مینا داشتیم، بعد سفر داشتیم، بعد اربعین داشتیم، بعد نمیدونم اون لعنت الله خمینی سالگردش رو داشتیم، بعد نمیدونم یه کوفت دیگه ای داشتیم، بعد یه زهرمار دیگه ای داشتیم، این یا میرفت اون بر چه میدونم تو عروسی شرکت میکرد یا میرفت تو عزا شرکت میکرد. الان هم که خیلی راحت ماجرای نیویورک
راه افتاده اینا بعد بلندشن برن سازمان ملل. اینی که اصلا نه برنامه‌ای داره نه هدفی داره نه داستانی داره، یه گروه 40-50 نفره رو جمع کرده داره با خودش میبره. حالا تو این گروه که مثلا من داشتم امروز نگاه می‌کردم، افرادی مثل عراقچی، حالا وزیر خارجه است که باید باشه، یا حالا چند نفر از ریاست جمهوری باید باشه، اما پزشکیان این وسط داره دختر خودش رو، داماد خودش رو، دو تا پسرهای خودش رو هم با این گروه برمیداری میبره که من نمیدونم واقعا آیا محلی از اعراب داره، یعنی چی آخه؟ آیا این سفر سفر چه میدونم فک و فامیلیه؟ آیا دارن میرن سیزه بدر؟ آیا دارن میرن عشق و حال؟ حالا بعضی هم میگن آه ظریف جمهوری دلش میخواد ببره، غلط میکنه، دلش میخواد. عزیزان من، هر یک نفری که داره میره اونور هزاران یورو خرجشه. به همین خاطر این پولا عجیبه، من و تو، از من و تو پرستار، از من و تو بازنشسته، از من و تو فرهنگی برداشته میشه. به همین خاطر من هیچ وقت یادم نمیره اینجا تو آلمان، و من چند سال پیش که تو اتریش بودم، رئیس جمهورش هر بار که میخواست برای نیویورک بره با اینها، نهایتا 3 نفر میرفتند، 3 نفر. الان این 30-40 نفر اینا، زمان احمدی نژاد که 100 نفر بودن، ولی این الان داره میره 30-40 نفر، بازم خیلی زیاده. آخه چرا باید یه همچین کاری بکنن؟ چرا باید اینقدر پول از جیب من و شما بردارن؟ بذار اینو بخونم دیگه، بریم موضوعات اصلی برنامه امشب رو. اینا موضوعات فرعی ان دیگه، چون مردم هنوز واقعا این گزیده رو به عنوان صلیب جمهور قبول ندارن. مسافران نیویورک، از فرزندان و داماد پزشکیان تا رفقای الیاس حضرتی، صبح فردا مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 تهران را به مقصد نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی سالانه در این اجلاس ترک خواهد کرد. کاروانی از مقامات و دیگر افراد نیز همچون رؤسای جمهوری گذشته او را همراهی خواهند کرد. در این تعداد مسافران نیویورک و همراهان رؤسای جمهور همواره حاشیه ساز بوده، اما هیچ رئیس دولتی حاضر به اعلام شفاف همراهان در این سفر نشده است. محمود احمدی نژاد با همراهی بیش از 100 نفر رکورددار سفر مموتی، سفر کاروانی به نیویورک است. مسعود پزشکیان هم کاروانی کم تعدادی هم همراه ندارد و شنیده ها از سفر 35 تا 40 نفر همراه با او به نیویورک حکایت دارد. برخی از این افراد همچون عباس عراقچی وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف، این مالکش اعظم هم داره با خوش میبره بی‌ناموس، تا دیروز که میگه من نمیدونم استعفا کردم و فلان اینا، الان در بکونش داره میره دنبالش خواهد خودش. محمد جواد ظریف معاون امور راهبردی، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان، مهدی صنایع معاون رئیس جمهور و مهدی قائم‌پنا سرپرست نهاد ریاست جمهوری دارای پست و مقام دولتی هستند. دو پسر مسعود پزشکیان در کنار دخترش و علاوه دامادش از دیگر مسافران نیویورک به شمار می‌روند. آنان دست کم تا این لحظه مقام دولتی ندارند. البته چندی پیش حسن مجیدی داماد پزشکیان به عنوان دستیار رئیس دفتر رئیس جمهوری منصوب شد. مهدی گوهری، علی احمد نیا، احسان بیسادی، زهره فراهانی، مرارزیه نورعلی، علی همتی و مهدی طباطبایی از دیگر افرادی هستند که پزشکیان را در این سفر همراهی میکنن، هم فالو و هم تماشا، میرن دنبال عشق و حال خودشون. آخرش هم که دارن میان، عوضی که دستاوردی برای مردم ایران داشته باشند، چه میدونم پلوپز و هواپز و کوفت و زهرمار با خودشون میخرن میارن که خلاصه زناشون اینا رو خونه راه بدن. البته آی پوزیدی که یه لات بی سر پایی، نه زن داره نه زایی داره نه کاری داره، هیچی، راحت. اما پرسشی که شما امروز از من پرسیدید، یعنی برنامه دیشب رو وقتی نگاه کردید و امروز این پرسش به ذهنتون رسید و گفتید منم امروز وظیفه دارم که اینو حتما به شما توضیح بدم، پرسشی که باید به آن پاسخ صریح بدهید، آقای بهبودی بدهیم، گفتی که آیا اسرائیل با حزب الله وارد جنگ همگیر خواهد شد؟ همگیر خواهد شد یعنی چی؟ همین الان من داشتم میامدم چنانی داشت فرو میگرد به خرس الله که دیگه خون زده بود بیرون، داره فلان میشود چی؟ عزیزان من، من همین الان که داشتم میامدم داخل استودیو، من دیدم رضا اینا دارن تو رادیو تلگرام ما، تو تلگرام ما دارن برنامه میذارن، یعنی حملات اسرائیل از ساعتی قبل شروع شده. شما اون واکی تاکی و پیجر میجر و فلان اینا رو وا بدید، مگه من به شما نگفتم قبل از اینکه اینها بخوان حمله بکنند به موازی حزب الله، اون روزم به شما گفتم دیگه، هواپیمایی که حتی بمبای سنگر شکن زده بودن و فلان آماده بودن، الان دارن از اونها استفاده میکنن و دارن تمام موازی، یعنی دیشب
نزدیک به 160 لانچر حزب الله رو زدن ناک اوت کردن، یعنی همون 160 لانچری که میتونه 160 راکت رو به سمت اسرائیل پرتاب بکنه اونها رو کاملا منهدم کردن. الان هم که من خدمت شما هستم، هواپیماهای اسرائیلی دوباره دارن مواضع حزب الله رو میزنن. اینها برای چیه؟ برای اینه که توان نظامی حزب الله رو تا آنجا که میتوانن پایین بیاورن، ضعیف بکنن، و بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ بعد از اون این یکی دوتا تیپ خوش تیپ با کلاس تکاوری رو که الان آورده، اینا قبلا تو خان یونس و رفح و تو غزه بودن، اینا رو گفت دیگه اونجا نمیخواد بری چون آمده بودن عقب استراحت بکنن، تجدید قوا بکنن، بازسازی بشن، حمله کنن، کارو تموم بکنن. در آخرین لحظه اتاق جنگ اسرائیل بهشون گفت دیگه لازم نیست شما برید اون سمت، فرمان رو کچ بکنید بیاین سمت شمال اسرائیل که میشه جنوب لبنان. که قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره این اتفاق بیفته که این حملات هوایی که الان داره اینجا رخ میده، بعد از اون اینا به صورت زمینی برند و تو قلب لبنان وارد بشن. تازه یه سری اتفاقات دیگه در همین خصوص افتاده، میخوام این رو با شما در موردش صحبت کنم. بعد شما این پرسش از من کردید که در این بین ایران در کجای این معادله هست؟ ایران در اون وسط خال وسطه، یعنی باید بخوره ایران. ایران که میگم جمهوری اسلامیه، من قربون خاکم میرم، قربون مردم ایرانم میرم، نوکرشون هم هستم. این که من میگم جمهوری اسحالیه. مطمئنن دوستان جمهوری اسلامی چه دلش بخواد چه دلش نخواد دیگه وارد این جنگ شده، چون نمیتواند قصر در برود. چرا؟ من به شما گفتم تو این یک ماه، یکی همین پریشب بود که تکاورای اسرائیلی حمله کردن به مرکز موشکی اون مرد تهرانی مقدم که پدر موشکی ایران بود. چند وقتی پیشم اتفاقا یه سوال دیگه هم در مورد این پرسید، بذارید اونم جواب بدم. از من پرسیدید که داشتم همینجا میخوندم امروز، از من پرسیدید که آقای بهبودی دیشب داشتی حرف میزدی در مورد این، گفتی که به نتنز حمله کردن، رفتن تو رستوران نشستن غذاشو خوردن، به پسر انعام دادن و فلان و بساره اینها، ولی نگفتی نتنز داستانش چیه. عزیزان من، نتنز خب یه شهرستانیه که تو اصفهانه. چندی پیش جمهوری اسحالی آمد یه دروغ قلمبه سلمبه به خورد شما داد و برگشت گفت چی؟ شهیدان نشت گاز. اصلا گاز نبود، به گوزی بند بود اونجا. اونجا یه کارگاهی بود که مال سپاه بود، آنجا این سانتریفیوژایی که میگرفتند و نمیدونم حالا سیمپیچیش رو نمیدونم قطعاتش رو نمیدونم چه چیزهایی رو اونجا تولید میکردن، یعنی اون مرکز زیر مجموعه این نتنز بود، اونم تو اصفهان بود، که باز هم یک حمله‌ای توسط همین گروه عملیات نمیدونم حالا موساد بود، شیمبت بود، مال حالا هر کسی بود، به هر حال از سمت اسرائیل بود. اینها میان تو نتنز، اون مجموعه داستان رو که گفتم تو کانال تلگرامی اسرائیلیا من خوندم، آمدن نتنز، شبش هم رفتن عملیات رو انجام دادن که سپاه پاسداران که آرناموسی داشت پیش شما مردم، چون گندگوزی کرده بود ما میزنیم میکشیم فلان میکنیم، چپ راست داره از اسرائیل میخوره. اینها در واقع اون عملیات و در اون کارگاهی که زیر مجموعه همون مرکز نمیدونم حالا هسته‌ای و فلان نتنز بوده رو میرن کاملا منهدم میکنن. از اونجا اسناد و مدارکی که دلشان میخواسته و احتیاج داشتن زیر و بغلشون میزنن میرند. در این بین دیشب هم به شما گفتم که تو اون روایتی که آمده بودن به طنز داشتن میگفتن، میگفتن چند تا مگز هم مزاحم ما شد که اونها رو از سر راهمون برداشتیم. مگزها چی بودن؟ یه دونه سروان تمام سپاه بود، یه دونه سرهنگ دو بود که شما دو تاشو تو جمهوری اسلامی گفتن به دلیل نشت گاز اروای آقا جان اینها به شهادت رسیدن. خب دیگه جوکی بیش نبود دیگه. در واقع اسرائیل آمد اونجا حمله کرد و اون کارها رو انجام داد و کاملا اونجا رو منهدم کرد و میگم اسناد مدارکم زد زیر بغلش و بلند شد رفت. اینا تا دیروز اینو منکرش میشدن. ما همون اتفاقی که چند وقت پیش افتاد اومدیم گفتیم یه حمله پیشگیرانه از سمت اسرائیل بوده، چون اسرائیل عمرن اجازه نمیده که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، به همین خاطر همه جوره داره چپ و راست میزنه. خب اما کارشناسان همین وابسته به سپاه که دیشب اومدم به شما گفتم، اومدن تو تلویزیون قضیه رو لو دادن،
اومدن قضیه رو لو دادن و حتی هم توبیخ شدن که آقا چرا اومدین اینو گفتیم، ما به مردم گفتیم نشت گازی بوده و حالا دو نفرم اونجا شهید شدن به جان خودشون، یه سوراخ گازی شد با گلوله شهید شدن. اینو نمیان توضیح بدن که یکی از خانواده هم تو پیجشون زده بود که متاسفانه به پیشانیش یک گلوله خورد و یعنی زدودن خار طرف و صلوات زدودن و اینها با پررویی هرچه تمامتر آمدنش به شما مردم ایران یک دروغ قلمبه سلمبه گفتن که آره نه نشت گاز بود و این اتفاق افتاد و اینها. اینم اون ماجرا بود که من خدمتون دیشب عرض کردم که ربط داشت به همون مرکز نطنزشون. خب بریم موضوع بعدی رو داشته باشیم. آها خیلی هم پرسیدن آقا چرا عراق چی؟ من امشب دارم حال میدم آه. این پرسش هایی که دارید رو دیگه باید جواب بدیم بهشون دیگه. یکی پرسیده که آقا چرا عراق چی میخواست سفر بکنه به لبنان؟ چون میدونی عراق چی الان خب داره میره برای یا حالا رفته برای نیویورک. قبل از اون سفر میخواست اول سفری داشته باشه به لبنان، بره حسن خرس‌الله رو ببینه که حالا یه سری رایزنی ها و صحبت ها رو که از کجا دیگه شروع بکنیم و ما تصمیمون رو گرفتیم برای حمله و فلان و بسار، که خرس‌الله دیدید که دیگه تو جراید و همه جا هم خوندید که خرس‌الله برگشته گفته که فعلا سفر تو بذار برای یک مرحله یک وقتی دیگر، الان مناسب نیست. خیلی اومدن مثلا گفتن که آیا حزب الله با مثلا جمهوری اسلامی دچار مشکل شده، آیا دچار چالش شدن که حزب الله دیگه نمیپذیره سران جمهوری اسلامی؟ نه دوستان، حزب الله نافش دم دست علی خامنه ایه، از اینجا ارتضاق میشه و اصلا هم نمیتونه همچین کاری بکنه. اما اگر به عراقچی گفته تو نیا، چون الان تمام سران جمهوری اسلامی زیر رصد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا هستن، یعنی چنانی نشتی میدن اینا، چنانی سوراخن این آبکش، که خرس‌الله گفت به بحث این که این مرده عراقچی بلند شد بیاد به عنوان وزیر خارجه است، من باید خلاصه این رو ببینم. خب این هر جایی هم که بیاد به عنوان یک دیپلما 6 تا جاسوس هم دنبالش میاد و خلاصه حالا اگر 1% هم جای من رو بلد نیستن که اسرائیل گفته ما همین الانش هم میدونیم خرس‌الله کجاست، گفته اگر 1% هم اگر نفهمن که من کجا هستم با آمدن عراقچی ریده میشه تو کاسه من، منو شناسایی میکنن و خلاصه لنگا در هوا و من هم میشوم مثل بقیه کتلت و باید برم کنار قاسم سلیمانی بخوابم. و به همین خاطر بوده گفته فعلا اوضاع بیریخته، تو این برای آفتابیم نجرو پیدا نجرو، منم نمیتونم بیام تو رو ببینم، برو فعلا نیویورک اشقاهال تو بکن، ما اینجا تو این سوراخ براغ های حالی یه خاکی به سر خودمون میریزیم. اینم از این ماجرا بود. اما یک سوالی اینو میخواستم بگم، یکی از من پرسید که پیمان دیشب تو برنامه گفتی اعضای شورای عالی امنیت ملی به دستور علی خامنه ای در ستاد مشترک جلسه مهم فوری برگزار کردن، اما نگفتی این جلسه با چه دستور کاری. آره حق با شماست، من گفتم اصلا به خاطر اینکه سطح امنیتش یا سطح این جلسه بسیار بسیار بالا بوده. چرا؟ چون خود گلپایگانی رئیس دفتر علی چلاغ هم تو این جلسه شرکت کرده و در اون جلسه و گفتم بردن جلسه رو تو یکی از دفاتر اون مرد سلشکر باقری تو ستاد مشترک برگزار کردن. چرا؟ چون نمیخواستن ببرن تو دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که اونجا کاملا رصد میشدن، کاملا دیده میشدن و نمیخواستن حالا بنا به دلایلی این جلسه رو وقتی میبرن اونجا. جناب آقای گلپایگانی وقتی در اون جلسه شرکت میکنه میگه آقا منظورش علی منصوریه. یادم نمیره فرشاد بعد میگشت به اون میگفت که به این آخونده ارمزاده میگفت که من از طرف آقای منصوری که حمام داره این مرد دوزاریش جان نبود. خلاصه آقای گلپایگانی وقتی تو این جلسه شرکت میکنه، تو این جلسه وزیر اطلاعات بوده، فرماندهان ارشد سپاه بودند و فناهار، یه اتفاقی هم صبح امروز افتاده، 4-5 تا از فرمانده های سپاه رو گرفتن. میخوام امشب حتی اسمشون هم بگم، جایی نرید به دیگر دوستانم بگید بیان، این خیلی باحاله، میخوام بهتون بگم چه اتفاقی افتاده. یعنی الان یادم اومد، نمیدونم چرا بچه‌ها اینا اول گفتن رو تیتر اولمون بزنن نذارن، حالا آخو میریم وسط برنامه من پیداش میکنم چون من دارم به ترتیب میرم بالا. آقای گلپایگانی تو این جلسه برمیگرده به اعضا میگه که آقای علی خامنه ای، یعنی آقا همون چوغا، به شدت از دست همه شما ناراحته، یعنی چوب داشته باشه فرو میکنه همه تونه به سیخ میکشه. چرا؟ چون ظاهرن بعد از اینکه اینها اون رکب رو میخورند و اسماعیل هنیه رو دم گوش علی چلاغ میزنن کباب میکنن،
علی چولاق همان شب اینا جلسه فوری تشکیل میدن در حد همون شورای عالی امنیت ملی، خامنه ای پیام میفرسته که آقا شما سریعا جواب اسرائیل رو بدید، اگر ندید یکی دیگه میخورید. خب اینها گفتن باشه چشم، ما جلسه میذاریم هوا و فضا، تو جلسه، تو موشک، تو فلان، تو غارغارک، هی امروز فردا میکنند، بعد میرن دم گوش علی خامنه ای میشینن و براش رجز میکنن که علی خامنه ای اینها واقعا میخوان ما رو به یک جنگ بکشونن، فلان بکشونن، بهتره شما بصیرت داشته باشی، آقا شما دستور بده، فلان بده. علی خامنه ای هم میبینه وقتی اینا همه گوش درسن و میترسن، البته علی چولا نه اینکه آدم شجاع دلی باشه، خیلی قهرمان باشه، نه، او هم به خاطر کون خودش که یه نزی موشکا نیاد نره اون تو، گفته بود آقا بزنید تا دومین رو منو نزنن. به همین خاطر اونجا خامنه ای خلاصه سکوت میکنه و اینا هم هی میان تو فضای مجازی رجزخوانی میکنن، ما میزنیم، ما میکشیم، اما به وقتش. حالا به وقتش که یه عطر گل نی. خلاصه آقای گلپایگانی برمیگرده تو این جلسه میگه که آقا به شدت از دست همه شما ناراحت هست. چرا؟ چون همون موقع هم ایشون بصیرت به خرج دادن و گفتن که باید جواب اسرائیل داده بشه، چون اسرائیل اینجوری نیست که یکی بزنیم ما سکوت بکنیم اونا دیگه نزنن، مطمئنا یکی میزنن، میبینن خیلی راحت و نرم فرو تا تعمیره، دومی رو میزنن، سومی، الانم که نتنز رو زدن، فلانجا رو زدن، اینو زدن، موشکی تهرانی مقدم رو زدن، این کارو کردن، شما وایسادید دارید نگاه میکنید. و علی خامنه‌ای بعد از این ماجرای پیجر و واکی تاکی و اینجوری که الان زدن 16 تا از این سران حزب الله و مخصوصا مالون یگان ویژه رضوانشون که من نمیشم اسامیشون هم خواهم خوان، به شدت عصبانی شده، گفته این همه وقت ما سرمایه گذاری کردیم، این همه وقت سر اینها ما مانوف دادیم، خالی بستیم، گندگوزی کردیم، اسرائیل در یکی دو تا حمله زد، خارمادر همشون رو سلوات داد، دیگه شما برای چی نشستید؟ آیا نشستید که بیان منو بزنن بکشن شما راحت بشید یا نه؟ به همین خاطر آقای گلپایگانی بهشون میگه که آقا دستور مؤکد دادن که شما چه دلتان بخواهد چه دلتان نخواهد باید حمله رو انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی وارد جنگ با اسرائیل بشید در کمک به حزب الله. که اینها اون جلسه رو حالا اونجا برگزار کردن، من چه میدونم خروجی جلسه چه بوده، آیا چه کار میخوان بکنن، ولی دارن برنامه ریزی میکنن. چرا؟ من همین الان خبر دارم که تو اصفهان و تو شیراز این نیروی زمینی سپاه داره یه سری تغییر تحولات انجام میده، دارن یه سری نمیدونن برنامه ریزی ها میکنن، فراخوان زدن به اونهایی که مرخصی داده بودن، فلان داده بودن، همه دارن میان، معلومه که میخوان خلاصه سر این سوراخ خوراخ ها رو باز بکنن، یه سری دوباره قارقارک و موشک و بالستیک و پلاستیک و لاستیک و اینها بفرستن سمت اسرائیل. و این به نظر من میتواند آغازگر همان جنگ بشود. شما شک نداشته باشین، چون الان آمریکا کاملا این وسط داره موذیانه برخورد میکنه، آمریکا کاملا تو این قضیه داره موذیانه، یعنی به ظاهر هی میاد جلو و میگه که آقا من که خبر ندارم، ما زدن من نمیدونم، آقا من اصلا نیستم، ما اینجا انتخابات داریم، اینجا کونمون گیره و فلان اینا، ما اصلا نمیدونیم شما دارید چیکار میکنید. بعد از اون ور پشت دست میره به اسرائیل میگه نگاه کنین اینجا این نقشه است، اینجا اینجوریه، اینجوری ورود بکنید میزنید، اینجوری بزنید داغون میکنید، اینجوری بزنید موفق میشید. از اون پشت داره قشنگ برنامه‌ریزی‌های اطلاعاتی رو، خوراک اطلاعاتی رو داره به اسرائیل میده، اونورم که نافاش همه آماده به خدمت. من همین امروز دیدم که دوتا B-52 هاشون، همین بمب افکناشون، هی دارن میرن تو آسمون مانوف میدن، هی میان تو این پایگاه خلیج فارس هستن، هی میرن بالا مانوف میدن، هی میان پایین مانوف میدن. اینا چی نشون میده؟ هر کدومش معنی خاص خودش رو داره. این آقای وزیر خارجه ترکیه هم خیلی جالب بود، ساعتی قبل برگشت گفت که به هر حال من این همه سال تجربه دارم. میدونی که اون قبل از اینکه بشه وزیر خارجه ترکیه، رئیس دستگاه امنیت یعنی میت ترکیه در سالیان سال در ترکیه بود. به هر حال اشراف اطلاعاتی بالایی داره، منطقه رو به راحتی میشناسه، قضیه رو سبک و سنگین کرده. همین الان هم دیگه رئیس دستگاه دیپلماسی برگشت گفت که جمهوری اسلامی چه دلش بخواد چه دلش نخواد ناخواسته وارد یک بازی شده که در نهایت به نفعش نخواهد بود. حالا رو در بایستی داشته به اینا نگفته که به هر حال جمهوری اسلامی خارمادرش این وسط صلواته. چرا؟ کسی که به هر حال گندگوزی میکنه، کسی که از اول واقعا یکی چی نیست،
خالی از تو توهیه، وقتی مشروعیت داخلی نداره، وقتی مردمش این رو نمیخوان، وقتی دنیا از دستش خسته شده. سکوت اعراب تو حاشیه خلیج فارس دوستان نگاه بکنی، طرف هیچ کس رو نمیگیرن. همین اعرابی که اگر یک بمب اشتباهی اسرائیل میامد تو غزه و تو چه میدونم رفح و تو خانیونس و اینجاها اگر منفجر میشد، نمیدونم امثال مثل قطر و نمیدونم عربستان سعودی میخواستن خودشون رو چاک بدن. ولی الان به قول اون مرد شاملو کی بود میگفت سکوت سرشو از نو گفته هاست، وقتی حرفی نمیزنن میخوان دیگه تکلیف مشخص بشه. چرا؟ اون پشت دست رفتن جابجایی ها رو انجام دادن. یک بارم آقای نتانیاهو آمد گفت که شما به زودی خاورمیانه رو جدید خواهید دید، یک خاورمیانه جدید با مدیران جدید. یعنی تو این معادلات جمهوری اسلامی رو کلن گذاشتن کنار، دهن چین و روسیه رو بستن. چجوری بستن؟ در سفری که رئیس جمهور چین به خلیج فارس داشت با قراردادهای طویل مدت 30 ساله‌ای که با خلیج با اعراب و کشورهای اینها بس، خودش رو بست و خیالش جمع شد برگشت رفت سمت کارش. این روسیه هم که آمد همین دیگه آخریش همین دوشنبه هفته قبل بود که آمد گفت من 3 تا جزایر رو به نام امارات میدانم و فلان، اینم رفت پشت دست عربستان بهش گفت هر چقدر پول و طلا و زندگی و اقتصاد و من به تو میدم، تو فقط سکوت بکن بذار بزنن خوار مادر علی خامنه ای رو صلوات بدن. این اتفاقات اتفاقات بسیار جالبیه دوستان. اگر میبینید اینها رژه میدن، امروز رژه دادن، اولین نمیدونم یکی دیگه از موشک‌های بالستیک خودشون نشون دادن، هر چقدر شما میبینید که اینها بیشتر دارن خودشون رو نشون میدن، بیشتر دارن دست پا میزنن، بیشتر دارن در اون منجلاب فرو میرن. جمهوری اسلامی دیگه کلن تعطیل شده، دیگه مشروعیت بین المللی نداره، تمام دنیا فهمید. من یه روزی اومدم همینجا نشستم تو انقلاب زن زندگی آزادی به شما گفتم که دوستان این حملاتی که شما دارید تو خیابون‌ها می‌کنید، این مقاومتی که شما دارید می‌کنید، این خون‌های جوانان ما که داره ریخته میشه، اینا هیچ کدوم بی تأثیر نیست. بعضیا افسرده شدن، بعضیا ناراحت شدن، بعضیا سرخورده شدن که آه چرا بسیج اتفاقی نیفتاد، ما رفتیم خون دادیم و فلان. این اتفاقات باعث شما مردم شدید که صدها کیلومتر به خاکریز دشمن که همین جمهوری اسلامی باشه ورود کردید و الان دنیا داره میبینه. این نشست هایی که ایرانیان با شرف ما خارج از کشور داشتن، دیشب دیدید شاهزاده به محض این که آمد ایشون رو رضا شاه دوم خطاب کردن، یعنی چی؟ اینها همه معنی داره. شما سطح حفاظت جناب شاهزاده رو دیدید تو این اونقدر چه میدونم برای ترامپ کلاس گذاشتن، اینقدرم برای این آقا کلاس گذاشتن، در صورتی که ده ها نفر اونجا سخنران داشت. اینها همه معنی خاصی داره، اینها همه تو معادلات سیاسی برای خودش یک منظوری داره و اتفاقات خیلی خوبی داره میفته. حتی شما اگر برید حالا سخنرانی و بچه‌ها گذاشتن تو یکی از کانال‌های ما برید بشنوید که شاهزاده عزیز ما چه صحبت‌های اونجا کرد و جمله به جمله اونها همه معنی خاص خودش رو داشت که باعث خوشحالی ماست. به هر حال من گفتم این پازل ها داره کم کم کنار هم جورچین میشه و به زودی جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، چون دیگه نه داخل کسی این رو میخواد نه خارج از کشور. بله بعد از اون هم که جناب آقای گلپایگانی گفت خامنه‌ای دستورش رو داده، شما دیگه یا رومی رومی یا زنگی زنگی بریم برای جنگ، یا دیگه کلن برچیده میشیم بریم پی کار زندگیمون، یا خلاصه میزنیم اینها رو به یک جاهی هم میرسیم که دیگه حساب دو تا چهار تاست. جمهوری اسلامی نه الان دوستان، نه الان، نه اینکه من بگم الان با علی خامنه‌ای دشمنم، با جمهوری اسلامی دشمنم، دارم طرف دیگری رو میگیرم، به همین خدای کنار قلبم نه، معادلات رو دارم میگم. بس دو تا چهار تاست، من نمیتونم بیام بگم دو تا پنج تاست، چهار تاست. جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی نمیتونه در مقابل اسرائیل و آمریکا و انگلستان و فرانسه و اینها بایسته. این جنگ طی ساعات آینده شعله، الان جنگ شروع شده اصلا، همین الان من اینجا هستم دارن تمام مواضع حزب الله رو میزنن، واقعا حزب الله رو زمینگیر کردن. اینها رفتن در اتاق جنگ خودشون، به اینایی که میگم اسرائیلیاس، متفق القول شدن. چه متفق القول شدن؟ نتانیاهو گفت آقا بله یک سال من 60,000 نفر از این اسرائیلی‌ها رو آوردم اینجا تو هتل‌ها دارن
چه میدونم مفت میخورن، از جیب من داره خرج میشه، اینا باید برن سمت خونه زندگیشون. خونه زندگیشون کجاست؟ تو شمال اسرائیل، خب جایی که تو تیررس حزب الله است. اینا آمدن تو اونجا به این نتیجه رسیدن که اینها طی هفته های آینده باید برن سر خونه زندگیشون. خب همینجوری به حرف نیست که، وقتی میگن طی هفته های آینده باید برن، باید چیکار بکنن؟ باید زمینی بلندشان برن کل اون منطقه رو پاکسازی بکنن. اسرائیل وقتی زمینی رفت اون منطقه رو پاکسازی کرد، دیگه ولکن نیست که. شما فکر میکنی خاک لبنان رو ترک میکنه؟ عمرن میره معادلات پشت دست رو انجام میده، اون خاک هم زمینه میکنه به اسرائیل. شما همین الانش رو نگاه بکنید، وقتی میخواست بره گفت من میرم فقط غزه رو یه چند تا بم میزنم و برمیگردم و اینا که بشه این تروریست ها فرار بکنن. الان کل غزه زیر بیرق اسرائیله، کل اون مسیر فلادلفی که اینا خوابشون هم تروریست های حماس نمیدیدن که یک روزی اسرائیلی ها بیان اونجا رو بگیرن، پا رو نفس اینا بذارن، الان اسرائیلی ها اونجا رو هم گرفتن، تو خان یونس و تو رفه و اینجا همه جا حضور دارن، تموم شد رفه کارش. یعنی اینها همه میشه تحت سیطره اسرائیل. یک بازی باخت باخت برای تروریست های حماس، برای تروریست های حزب الله و برای تروریست های جمهوری اسلامی اینجا رقم خورد. شاید خیلی ها بگن نه شاید هم جنگی نشو. عزیزان من، من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، بریتانیا دو تا از کشتی های بزرگ خودش رو آورده نزدیک ساحل لبنان نگه داشته. فکر میکنید برای چی؟ برید یه ذره سرچ بکنید تو گوگل، اخبارهای انگلیسی رو بخونید. من امروز تو یه دونه از این شبکه هاشون داشتم میخوندم، خیلی جالب بود. گفت که به دستور ارتش بریتانیای کبیر یعنی انگلیس، این کشتی ها آمدن آنجا پهلو گرفتن که طی ساعات آینده اسرائیل حمله زمینی کرد، جنگ خودش رو استارت زد، ایران هم خواست ورود بکنه. دیگه اونجا اسرائیل به کسی رحم نمیکنه. اونجا دیگه نمیاد بگه که ببخشید شما از اعضای حزب الله هستید یا نه از این آدمای عادی تو مثلا لبنان هستید. جنگ دوستان، جنگ. من اون دفعه هم به شما گفتم اگر متاسفانه این آتش دامن جو ایران رو هم بگیره، اینا 100 تا موشک میزنن. حالا اسرائیل برگشته گفته من هوای نقلدان رو دارم، عاشق مردم ایران هم هستم، راستم میگه، ولی هیچ وقت تضمین نکرده این موشک لامصبی که داره میره مثلا بخوره تو سر علی خامنه ای، یهو منعرف نشه بزنه یک جای دیگر رو. خب پس این اتفاقات هم هست. همین الان بریتانیا آمادگی این رو داره به محض اینکه این ساعت آینده اون جنگ اصلیه راه بیفته، گفته من خیلی ها رو میتونم توسط این کشتی ها از لبنان خارج بکنم. پس لابد اتفاقاتی هست که اینها از الان دارن برنامه ریزی هاشون انجام میدن. من یه روزی آمدم اینجا گفتم که آقا به زودی اسرائیل ورود میکنه. شما فکر کنم دیگه یادتون باشه اون درازالله وزیر وزرای دراز عبداللهیان که با این پروفسور رئیسی رفتن خوردن به اون صخره و پخره، یادتون هست من آمدم اینجا گفتم طی ساعات آینده اسرائیل 100% حمله میکنه به غزه. اون آمد گفت که تو مجمع سازمان ملل هم گفت اسرائیل اگر یک وجب بیاد وارد خاک غزه بشه نابود خواهد شد، ما کاری خواهیم کرد، هیچ گوهی هم نخوردن. میدونی فقط دارن رجز میخونن. خرس‌الله هم رجز خون، چه کار کرد؟ چه کاری از دستشون بر؟ نگاه یک مشت آدم های تنپرور، شکم گنده، کثیف، کمر به پایین، مشکل دار که فقط بلدن گوزه گپ بزنن. فقط امروز علی چلاغ رو ندیدین تو این وحدت اسلامی؟ اون مرد طالبانی رید تو این وحدت اسلامی اینها. مگر می شود شما یه کنفرانس وحدت اسلامی بگیرید پول هتل اونها، بهترین هتل اسپیناس رو تو تهران، چرا برای یک مشت آدم بوگندو و کثیف؟ دوستان درد در جمهوری اسلامی یکی دوتا نیست، اینا باید هرچه سریعتر برن. اینا واقعا دارن کاری میکنن که مملکت ما داره به یک چه میدونم کبیر تبدیل میشه. شما چجوری کنفرانس وحدت اسلامی میذارید مرد طالبانی آمده اونجا شما رو به سرود جمهوری اسلامی تونه به تخم خودش حساب نکرد، همه بلند شدن اون بلند نشد و شما جرأت نکردید. اصلا این قاعده دیپلماسیه،
شما باید به ساعت جواب میدادید، سریع طرف رو دیپلماتشون رو، سفیرشون رو که تو تهران هست رو میخواستید وزارت خارجه، میخواستید میگفتید اون مردی گوه خورد اونجا نشست بود وقتی سرود ملی و فلان پخش شد، اصلا به تخمش نشد، نبود بلند نشد. همون آدم ایری که براش هتل گرفتید، بهترین تیکت هواپیمای وی آی پی رو گرفتید، برش داشتید آوردید اینجا، خورد کونش رو کلوف کرد، آخرش به ریش ما خندید رفت، شما هیچ گوهی نخوردید. پس نشون میده شما انقدر آدمای پست و پلید و کثیف و دروغگوی هستید که حتی زورتون به این طالبان هم نمیرسه، یعنی جرأت نکردید. اصلا این قاعده دیپلماسیه، شما میتونید خیلی راحت. بعد شما با حساب چه کسی، علی چلاخ، از پول این مردم، بابا فرهنگی ها هفتشون گروه هشتشونه، بازنشسته ها بدبخت ها موندن به سر ما حقوق و فلان، پرستارا اینجوری، همش هم تهدید اطلاعات، شب با شماره مخفی، آقا اگر فردا بریم میگیریم میندازیم تو رو، بدبخت و نابود میکنیم، بر پدرتون لعنت. شما کثیف‌ترین دولت و کثیف‌ترین حکومت در دنیا هستید. اون هیتلرش هم یه همچین غلطی نمی‌کرد که علی چلاق و عیادیش دارن می‌کنن. بچه‌های وزارت اطلاعات، بچه‌های ساز، بچه‌های امنیت نیروی انتظامی، این مردم چوب تو کندتون می‌کنن بعد از این انقلاب پیروزی، انقلاب زن زندگی آزادی. شما پدر این مردم رو در آوردید، فقط دارید بهشون زور می‌گید، فقط دارید اذیتشون می‌کنید. در کجای دنیا یک حکومت، یک دولت به مردم خودشون اینقدر ظلم میکنه که شما ظلم کردی؟ الان پرستارا رفتن جرأت ندارن به کف خیابون بیان، همه فکر میکنن پرستارا الان دیگه راضی هستن، نیستن. مردم ایران، من با خیلی هاشون در ارتباطم، وزارت اطلاعات به تک تکشون، اطلاعات سپاه به تک تکشون، اطلاعات نیروی انتظامی به تک تکشون زنگ زده، گفته شما رو از کار برکنار میکنیم، هیچی پرونده دارتون هم میکنیم تا آخر عمرم که ما اگر فرض بر محال باشیم بالا سر این مملکت، نه بچه‌تون، نه نوه‌تون، نه نتیجه‌تون دیگه نمیتونه هیچ جا استخدام بشه. خواه این مملکت، یا اگر دیکتاتوری نیست پس چی میتونیم اسمش رو بذاریم؟ بعد علی چلاق بلند شده آمده من تو رو خیلی عذر میخوام، منو میگم، ساعت شما بالای سر مقدسه، من پیمان بهبودی رو الان 45 سال خرگیر آوردن، هی وحدت اسلامی، هی پول خرج بکن، هی فلان بکن، هی بسار بکن از جیب من تو، هی ما سال دیگر این نمیدونم غده ننگین و چرکین، این غده چرکین داره خار مادر شما رو صلوات میده، دیگه تو شب جمعه به وارد تخت شما هم شده، کثافت ها، چقدر گندبوزی، چقدر دروغ. وحدت اسلامی این همه لاشخور رو از این بر اون بر جمع کردید، پول هتلشون رو دادید، پول هواپیماشون رو دادید، همشون هم سوغاتی فرش های از این دستبافت کوچوله اصفهان و نمیدونم سرطان کلوچه و کوفت و زهرمار هم براشون ساک زدید، همه هم دادید که چی بشه؟ فقط گندگوزی بکنید، بگید ما در جهان اسلام نفر اول هستیم، همه فلان. شما یه سال پول بلیت اینا رو نده، اگر یک نفر اومد توف بکنید تو صورت من، حرامزاده ها، اینایی که آمدن شما رو اصلا به تن نمیگیرن، فقط میان عشق و حال، آقا بریم یه هتل یه عشق و حالی، زن و بچه‌مون هم با خودمون ببریم، شکارم بزنیم، بگیم رفتیم عشق و حال، مجانیه دیگه، میایم اونجا حالا یه دوتا آها آها هم میگیم. بعد امروز علی چلاق بلند شده آمده حرفایی که اینجا زده، پارسال زده، پیرسال زده، پس پریسال، 35 ساله داره همین دروغا رو به خیک ما مردم میبنده. آره ما این قده چرکین رو از قلب جهان اسلام بر بی ناموس، تو اگر میتونستی برداری تو این 45 سال بر میداشتی، اونا شما رو اسکل گیر آوردن، فلجتون کردن. علی چلاق خر خودتی و تمام آخوندهای کسافت روی زمین، شما اول برید هوای کون و زیر شلوارتون رو داشته باشید، کسافت ها. شما لازم نیست برای ما مردم ایران خط مش تعیین بکنید، شما اصلا صلاحیت این کار رو ندارید. من متاسفم برای بعضی ها، اون خبت 57 رو کردن، شما رو گذاشتن تو کاسه ما، بر پدرتون لعنت. اما آها این موضوع هم بذارید بگم تا وقتمون نرفته، خیلی مهمه، خاک تو سرتون. آخه من این نگاه میکنم اعصابم میریزه به هم، این نگاه میکنم صبح شنبه امروز بازداشت مجدد 4 فرمانده سپاه توسط حفاظت اطلاعات سپاه در رابطه با عملیات اسرائیل در اصفهان و مرکز موشکی تهرانی مقدم. خاک تو سرتون.
صبح شنبه میشه امروز تعطیل بوده بلند شده رفته ما رو از رخت خواب آوردید بیرون که چی آخه شما چقدر مگه جاسوس بینتون از لامصب من تازه دو ماه پیش اومدم گفتم هفت نفرتون اومدن از وزارت دفاع و این و اون و گرفتن برداشتن پردن چقدر شما مگه جاسوس اسرائیل هم مگه شما نمیگید اسرائیل اینجوری اسرائیل اونجوری و چرا همه تون غش کردید اون و چرا همه تون جاسوس اونایید چرا؟ بعد ما میایم اینجا حقیقت رو میگیم آره اینا دشمن اینا معاند اینا فلان چرا؟ چون فیلم کونه خالتون رو برمیداریم به مردم نشون میدیم گن زدیم به هیکل و ریش و پشم شما آخونده و کلاه تخم تخیلی و ریدن تو اون نعلینتون ما میشیم معاند ما میشیم دشمن بعد شما از اون بعد دلار و یورو و کوفت و زهرمار از چه میدونم اسرائیلیا و آمریکا میگیرید شما بهشت اونجا با بهوری و فلان براتون آماده است اروای آقا جان بر پدرتون لعنت آقا اینا اینجوری که دوستان امروز من پیگیری کردم برای من جالب بود این قضیه رفتن 4 نفر رو که مسئولیت داشتن تو معاونت پشتیبانی و لوجستیک و طرح و برنامه و دفتر مهندسی سپاه پاسداران یعنی دیگه همه جا بودن من نمیدونم اسرائیل چجوری داره به اینا حال میده لامصب همه دارن دست و پا میشکنن که برن عامل اونها بشن این 4 نفر رو که گرفتن اسامیشون رو داشته باشید سرتیب پاسدار خداداد الله یاری سرتیب پاسدار جمیل حسینی سرهنگ پاسدار عباس قائم‌پناه سرهنگ پاسدار حافظ نشاطجو بذار من بخونم دوستان بشناسید ببینید کیا هستن سرتیب پاسدار خداداد الله یاری سرتیب پاسدار جمیل حسینی سرهنگ پاسدار عباس قائم‌پناه سرهنگ پاسدار حافظ نشاطجو اینا از مسئولین معاونت پشتیبانی لوجستیک طرح و برنامه و دفتر مهندسی بودن امروز حفاظت اطلاعات اینا رو اومده با لحاف دوشک برداشته برده بالا عبدوشک برداشته برده داستان چی بوده آقا گفته که تو این 1 ماه عملیات اسرائیل در اصفهان و مرکز موشکی تهرانی مقدم میگفت مولای درزش نمیرفت از نظر امنیتی اسرائیل چجوری مثل آب خوردن بلند شده آمده بعد دیدن که او اینها تیمهایی هستن که اونجا فوقافاکش دارن یعنی وارد اون مراکز میتونن به راحتی بشن چون بحث لوجستیکشون هست طرح برنامهشون هست دفتر مهندسیشون هست و فلان اینها رو گرفتن برداشتن بردن خب قبلن هم که 6 نفر گرفتن اون برم که 7 نفر گرفتن خب همینجوری کل سپاه رو بگیرید بردارید ببرید دیگه لام هستا اصلا بگه این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست این سپاه پاسداران اسرائیله اینقدر تو شما چه میدونم جاسوس و آدم فروش دارید این خاک بر سر شما من برام جالبه که این مرد علی چلاغ این مرد گلپایگانی رو برداشته گفته این جلسه شورای عالی امنیت و هرچه سریعتر برگزار کنی اصلا بذار جنگ را بیفته انگار جنگ را بیفته علی خامنه‌ای بیشتر حفاظت و امنیت داره تا الان چون داره میبینه چپ و راست همه هم یا سردارن یا سرهنگن تو اینا گروبانی نمیدونم یه بدبخت صدفاندوی اینا پیدا نمیشه لامصب همه سرتیپ همه سردار همه سرتیپ خب شما که همینجوری ماهیش 100 میلیون حقوق میگیری دیگه جاسوسی برای چی مگه چقدر میدن لامصبا که بلند شدن اینها رو گرفتن حالا تو بعضی جاها محافل خانواده به بعضی ها اطلاع دادن خب میرن پیگیری میکنن آقا بعد امروز اومدن طرف از لاغتوشنکش برداشتن آقا رو برداشتن حاج آقا رو برداشتن بردن آقا برای چیه این دهن به دهن چرخیده و امروز تو کل سپاه پیچیده بودن هایی که به صورت مأموریتی امروز باید وای میستادن برگشتن گفتن که آره اینا در رابطه با اون اتفاقی که اسرائیل اصلا اسرائیل انگار واقعا حیات خلوتشه اگر شما چه میدونم نزدیکان اسرائیلی دارید برنامه رو میبینید جان مادرتون بزنید خواهر مادر خامنه‌ای رو صلوات بدید مردم همه پشت سر پشت شما هستن بابا جان ما یه برنامه اینجا میذاریم یه همه همین امشب برام جالب بود امشب برای من جالب بود من همین الان داشتم میامدم دیدم رضایینا آخرین حملات اسرائیل رو دارن فیلماشو میذارن انفجارهای مهیب آقا برید کامنت ها رو بخونید خدا وکیلی برید استیکرها رو نگاه بکنید علی خامنه‌ای مردم بدجور نسبت به تو مشکل دارن اصلا بدجور حالشون از تو به هم میخوره تا دیروز طرف جرأت نمیکرد کامنت بذاره تا دیروز جرأت نمیکرد اصلا وارد کانال ها و شبکه های اینور آبی بشن آقا برو نگاه بکن تا
تشویق میکنن اسرائیلو که زدی خوار مادر لبنان رو، چون مردم ایران دیگه الان آگاه شدن، مردم ایران الان فهمیدن جمهوری اسلامی پدری دلسوز برای اینها نیست، اینا دروغگو و کثیفن. مردم الان به این نتیجه رسیدن که اینها جیب ما رو زدن دیگه، آخری چی میدونم یه قلونی دو قلونی هم که تای جیب ماست اینم خالی بکنن، میان سراغ ناموس ما، میان فردا به ما تعرض میکنن، به ناموس ما تجاوز میکنن. پس بهتر ما هرچه سریعتر کلن حساب این جمهوری اسلامی رو ببندیم. و واقعا هم داره اینجوری میشه، و واقعا هم اینا 45 سال نفت و ذخایر نفتی ما و ذخایر ارزی و طلا پلا هرچی بود و خوردن و بردند، هرچی بود و کجای دنیا نفت خام که میشه یک مسئله ملی، انفال بیت المال، مال همه مردم ایران، پسر چند تا از این سرداران مثل شمخانی، محسن رضایی و فلان ببرن تو دریا بفروشن. انگار این سودانی ها آمدن یک کشتی و با ذخایر پر نفت خام گرفتن دارن معامله میکنن. الان جمهوری اسلامی ایران رو یه همچین کاری کرده. از اون بر اون روسیه تو با دومش داره فندق میشکنه. چرا؟ چون ما اینجور بدبختی و فلاکت افتادیم. وضعیت اقتصادی ترکیه خوب شده، وضعیت معاملات پشت دست روسیه خوب شده، وضعیت چین خوب شده، چون نفت داره به مفت و مفت از ما میخره. یعنی جمهوری اسلامی ریده به این خاورمیانه، ریده به دنیا، و ما مردم ایران رو بدبخت کرده. به همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم، مردم ایران به این نتیجه رسیدن، اینا دیگه صلاحیت نداشتند. حالا ما میگفتیم اشکال نداره، پدران ما گفتن، یه ذره سکوت. الان دیگه به این نتیجه رسیدیم اینا واقعا صلاحیت ندارن و باید سرنگون بشن. 4 نفر رو امروز دوباره گرفتید، برداشتید، بردید. سرتیپ پاسدار خداداد اللهیاری، سرتیپ پاسدار جمیل حسینی، سرهنگ پاسدار عباس قائم پناه، سرهنگ پاسدار حافظ نشادجو. خب بی پدرها، شما اینجوری گرفتید، اسامیشون هم تابلو شده، همه مردم ایران فهمیدن. بعد از اون ور میرید میگه آره این دو نفر سرهنگ و سروار تمامی که اینجا تو ماجرای نطنز تو اصفهان تو پای یکی از این کارگاه‌های ما شهید شدن، اینا شهید نشت گازن. ای بر پدرتون لعنت. یه وقت الان زمانه گردش اطلاعات فضای مجازیه. شما هر چقدر علی خامنه‌ای چلاق آمد وی پی ان های شما رو قطع کرد، آمد اینترنت شما رو قطع کرد، پول رو از شما گرفتن، خوراک اینترنت بسته درست حسابی بهشون، ظلم کردن به شما مردم ایران. ولی شما مردم ایران اینقدر آدم های باشرف، اینقدر آدم های باهوشی بودید، هر طوری که شده اطلاعات رو به دست آوردید. نشت گاز اینجا اینجوری خوردن، نشت گاز. امروز آمده جالبه برای من، خیلی جالبه، تو یه قسمت سخنرانی های علی چلاق تو همین وحدت اسلامی برای یک مشت آدم شکم پرست آشغال اونجا گفته که همینطور که دارید میبینید پیروزی الان با حزب الله در لبنانه. من نمیفهمم، زدن خوار مادر اینا رو، تمام مرچخار اینا پریده، همشون تا دیروز عمو بودن الان شدن عمه، هیچی دیگه ندارن، کمر به پایین، دستا پریده، چشما کف دست، دهن اینها رو سرویس کردن. این بیناموش داره میاد اینجا دروغ به این بزرگی. آخ خجالت بکش پیر سگ آشغال، 87 سالت، الهی امشب بخوابی صبح بلند نشی، تکلیف بذار یک بار برای همیشه مشخص بشه دیگه، این آتیش به دامن مردم ایران نیاد، جنگ اصلا خدا سر هیچ کشوری نیاره که آدم خانمانسوز و بدبخت میکنه. ولی ببینی کار به کجا رسیده. من اینقدر پیام ها، برید تو اینستاگرام رادیو گیلان نگاه بکنی، اینقدر پیام از مردم میاد آقا پیمان لطفا اینقدر نگو اسرائیل نیاد جنگ، انگار اسرائیل منتظر پیمان بهبودی چی میگه. پیمان بهبودی میگه بزنه فردا میزنه، یعنی چه؟ ببین مردم رو شما به کجا کشوندید که مردم میگن آقا امیدواریم هرچه سریعتر اسرائیل بزنه، بذار بزنه. میگه ما همین الانش وضعیت مملکت ما وضعیت جنگیه، و واقعا هم همینجوریه. تو شب میخوابی صبح بلند میشی شیر، پیاز، خرما، فلان، آلو، قیسی گرون شده. آخه چرا؟ مملکت صاحب نداره. با این مرد گوزیده صحبت میکنه، میگه من خودم نمیدونم چجوری رئیس جمهور شدم، بر پدرت لعنت. آقا برنامه، من برنامه ای ندارم، من همجوری اومدم فکر کردم تایید نمیشم و فلان، حالا یهو شدم یهو هم رئیس، من برنامه ای ندارم. خب آقا چیکار می‌خوای بکنی؟ هیچی، کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی چی؟ آب خزانه خالیه، بدهکارم هستیم تازه. خب چیکار باید بکنیم؟ هیچی، دوباره باید دست تو جیب مردم بکنیم. چه کار بکنیم؟
بنزین که باید گرون بشه. نمیگه حوزه علمیه رو قطع بکنیم، نمیگه خرج حزب الله و خرس الله و اینها رو قطع بکنیم، نیابتیامون رو تو یمن و تو عراق و تو سوریه قطع بکنیم. نه، اونا باید باشه، اونا آبروی علی چلاق بیناموسه، اونا باید باشه. ولی این ور این مردمی که به نان شبشون معطلن، دیگه همین نان شب هم باید ازشون بگیریم. خب دوستان، خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب من در خدمت شما بودم. بذار ببینم اون بالا اونو من گفتم به شما یا نگفتم. آها، اینو بذارید من بگم، این چند تا فرماندهی که به فاک عظما رفتم اینو بگم، برنامه امشب تموم بشه. ضربه سخت اسرائیل بر پیکره نظامی حزب الله. فرماندهان تروریست یگان رضوان حزب الله لبنان که در طی حمله دیشب اسرائیل به زاهیه دیشب که پریشب بود بیروت ترور شدند، دو فرمانده بسیار رده بالا و 14 نیروی دیگر بودن. فرمانده جهادی ابراهیم محمد عقیل، القائد الجهادی الکبیر الحاج ابراهیم محمد عقیل. آقا ولش کن، یه اسما برای مردم ما چی بده؟ آقا اسرائیل زد خارمادر اینا رو صلوات داد، به زودی خرس الله رو هم صلوات میده. بعد از اون دستتون رو بذارید اینجا رو قلبتون، بعد از اون نوبت علی چلاق و سربار سلامتی و سربار سلامی و این بیناموس هاست. ما به زودی مملکت خودمون رو از اینا پس میگیریم. نگاه فکرش رو بکنید، ما به زودی این کشور رو از این بیناموس ها بگیریم، بعد رهبر دوران گذار ما بشه شاهزاده با اون تیپ و با اون قیافه و خدا وکیلی آدم حال میکنه، حال میکنه. یه لات بی سر و پا رفته نیویورک به نام گوزیده میشه مثلا رئیس جمهور مملکت ما. سال دیگه شما نگاه بکنید رهبر ما کیه، رئیس جمهور دوران گذار ما کیه؟ شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم. بلند میشه میره تو سازمان ملل، قشنگ انگلیسی صحبت میکنه، به هر زبانی دلتون میخواد صحبت. با اون قیافه و تیپ خدا وکیلی چه حالی میده. به محض اینکه بیان همین الانش روابطش با آمریکا، با اسرائیل، با اروپا، با دنیا خوبه. همین الانش سناتورهای آمریکایی برای رضا شاه، برای لفظ زدم دیگه، رضا شاه، برای رضا شاه میمیرن. شما فکرشو بکن این بلندش بیاد، درهای دنیا به روی ما باز میشه. دیگه اینجوری نمیشه که من بلندشم برم یه کشور دیگه بگم آ کجا هستی، میگن که از ایران اومدم، میگه وای ملا ملا جنگ خونریزی. اون موقع میگم نه، من از ایران اومدم، جایی که رضا شاه همه کارشه، مرد افتخار میکنه، بعد اون موقع کنار من بایسته. ولی الان اشکال نداره، خبتی بود پدران ما کردن، یه مش کونی پونی و کثیف و بوگندو رو برداشتن. آخه خیلی زشته. آقا برای مملکتتون کی تصمیم میگیره؟ جنتی، جنتی که همه آب و گوز قاطی کرده، الان امروز با ویلچر آورده بودن اینو اونجا نشونده بودن. آقا رهبر شما کیه؟ علی چلاق. علی چلاق یه همونی که تو حمام منصوری کیسه میکشی، چیز دیگه هم آب و حوض میکشی، بعد بهش تجاوز هم میکردن. آره. آقا رئیس جمهورتون کیه؟ گوزیده. این کیه؟ نمیدونم، خودش میگه مثلا نمیدونم چجوری. این خیلی زشته. تا ما فردا بیایم بگیم که آقا رئیس جمهور ما رضا شاه. رضا شاه کیه؟ باباش هم شاه بوده، پدر بزرگش هم شاه بوده. اون موقع میگه آقا من جلوی شما کرنش میکنم. خب خیلی خوشحال شدم. من چی جان ربی میرم، مراقب خودتون باشید. امید رو ما هیچ وقت دست نمیدیم. مطمئن باشید کارما، مطمئن باشید طبیعت، مطمئن باشید این انرژی هایی که میخواد بیاد و به ما کمک بکنه دور و بر ما هست، به ما به زودی کمک خواهند کرد. ما به زودی این آخوندها رو به زبالدان تاریخ خواهیم ریخ و جوانان عزیز تحصیل کرده با شرف ایرانی سکاندار این کشور میشن. همه شما رو تا درود دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.